با درود خدمت تمامی سروران کشتی دوستان و همراهان همیشه کانال حسین نظری ام ام ای، با هم بریم به شهرستان آمل مازندران. مسابقات بین المللی کشتی آزاد نوجوانان اولین دوره جام عبدالله موحد در حال برگزاری هستش. کشتی نیمه نهایی وزن 48 کیلوگرم دو بنده آبی حسین احمدی در مقابل ارشیا حدادی با دوانده قرمز قرار گرفت. یه لحظه حالا حسین احمدی پیش میندازه حدادی رو، رفت که خاک کنه ولی نتونست، حدادی جمع و جور کرد خودش رو. کشتی سبک فسا همین هست، بدون احتیاط بی محابا حمله میکنن برای امتیاز. شاید کلاک رو بروی هرچی احمدی میذارم باید امتیاز بگیره. ببینیم میتونه توی 30 ثانیه امتیازی بگیره. یه زیگیری از راه دور، ببینید چقدر سرعتش زیاد بود. یک بار دیگه ببینیم، ببینید این زیگیری رو چقدر زیبا بود، انقدر سرعتش زیاد بود داشت رد میشد از زیر هرچی احمدی. ببینید خیلی واقعا جالب بود، زیگیری به پا رسید، یه خم رو از آن خود کرده ولی خیمه سنگین حسین احمدی و داور سرپا میده. بله حال اختار رو روی هرچی احمدی میذارن. اولین دوره رقابت های جام عبدالله موحد در آمل مازندران. البته سه کشور گرجستان، تاجیکستان و ارمنستان هم حضور دارن. ارمنستان تیم قوی تر نسبت به کشورهای دیگه با خودش به همراه داره. دو سه تا قهرمان اروپا و نایب قهرمان اروپا تو تیمش هستن که کشته خوبی گرفتن. تو پنج وزن اول امیر محمد نوازی اول شد تو 45 کیلوگرم، 51 کیلوگرم محمد رضا اسدی اول شد، 60 کیلوگرم ابراهیم الهی چورن، 71 کیلوگرم مهدی پاکنهاد و 92 کیلوگرم عرفان علیزاده قهرمان این اوزان شدن. یه زیگی از راه دور به خم میرسه و میره که خاک کنه، نتونه. حالا احمدی هستش که با گلدهی داره پیش میندازه که خاک کنه، ببینیم میتونه خاک کنه یا نه، هنوز نتونسته خاک کنه و اینجا بالاخره خاک میکنه. اینجا بالاخره با گلدهی خاک میکنه، ما یک کلیپ بارانداز رو جمع کرده و بله اینجا باراندازش رو هم نیم تیغ میکنه میزنه. حالا خودش یه لحظه گیر افتاده، ببینیم میتونه خودش رو نجات بده یا نه. بله با زیرکی و گلدهی بالاخره در رفت. بچه کشتی حالا 5-0 میشه به سود حسین احمدی. هرچی حتی خوب داشت کشتی میگره ولی یه لحظه غافلگیر شد و 4 امتیاز دیگه از دست داد. برای 5-0 به سود حسین احمدی. هرچی حتی مطمئنا تو 2 دقیقه دوم طوفانی آغاز خواهد کرد. ببینیم اینجا یه زیر یه خم رو گرفت بالا آورد ولی نتونست خاک کنه. با گلدوری حسین احمدی انقدر با انعطاف بدنی بالا جابجا شد تا بالاخره حدادی رو خاک کرد. حسین احمدی نفر سوم کشور است و ارشیا حدادی نفر دوم قهرمانی کشور. ببینیم نفر دوم تا به اینجای کار بازنده میدان شده، میتونه به کشتی برگرده یا نه. مطمئن است 2 دقیقه دوم رو طوفانی آغاز خواهد کرد. بریم کشتی به یه زیر از راه دور نشون داد ولی با این زیرگیرها نمیتونه به پای حسین احمدی برسه. هوشیار هست احمدی و پای آماده و بیداری داره، بلافاصله پرتاب میکنه و عقب. یک بار دیگه زیرگیری، ببینید باز هم نتونست به پا برسه ارشیا حدادی. بله حالا به دونده آبی اختار میده 30 ثانیه. اگه امتیازی نگیره یک امتیاز برای ارشیا حدادی ثبت خواهد شد. ببینیم چه میکنه در این 2 دقیقه و کشتی برمیگرده یا نه. همچنان رو به جلو تلاش خودش رو داره میکنه تا امتیاز بگیره. یک بار دیزیرگی از راه دور، خیمه سنگین حسین احمدی دستی رو که تا نتونه فنون خودش رو به اجرا بذاره. هرچی حدادی نفر دوم قهرمانی کشور در مقابل نفر سوم. کدوم یک از این دو دلاور به فینال راه پیدا میکنه؟ یک بار دیگه زیر از راه دو با این تاکتیکش رو عوض کنه وقتی زیرگیری نمیتونه بکنه. حالا یه لحظه میرفت که پیش بندازه، دستی رکت تحت فشار گذاشته احمدی رو، میخواد دور بزنه به پشت احمدی ببینیم میتونه این کار رو بکنه یا نه. یه لحظه از بغل میخواست
یه خم رو بگیره نتونست، یک بار دیگه سر زیر بغل بالاخره میگیره و خاک میکنه، دستا کاملا گلاب هست، میتونه بره برای بارانداز، فشار زیادی میاره به حسین احمدی، حسین احمدی گلدورتر هست، پرزورتر هست، حالا میره برای مایه فیتر پیچ، ببینیم جمع جور میکنه یا نه. 15 ثانیه بیشتر به پایین کشتی زمان نداریم، اگه یه بارانداز بزنه کار تموم هست و برنده میدان میشه و این کار رو میکنه یا نه. بله اینجا بالاخره دو امتیاز رو میگیره و خوشحالی طرفدارانش در چه کشتی، حالا 5-5 میشه و برنده میدان ارشیا حدادی تو ثانیه آخر امتیاز رو گرفت و برگشت به کشتی. بله اینجا و تمام میشه، تمام میشه کشتی و در عین ناباوری میره در آغوش نورالدین رجبی، خوشحالیش رو تقسیم میکنه با مربی خودش. آفرین، تو ثانیه های آخر کشتی رو برگردون، برای چه 5-5 برنده میدان شد. کشتی حساس و زیبایی بود. خب دوستان، امیدوارم دیدن کشتی زیبا لذت برده باشید. عزیزانی که به تازگی به زنما پیوستین، لطفا کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله کنار کانال رو هم حتما فعال کنید، بمستین که کشتی های بعدی عزیزانمون فینارها در کانال بارگذاری میشه، یوتیوب شما رو در جریان میگذاره و از دیدن کشتی های زیبای دلاورانمون لذت خواهید برد. تا دوری دیگر، بدرود دوستان.